سلام، خوش اومدید به ویدیوی دیگه به نام زن، زندگی، آزادی. این ویدیو رو هم شروع میکنیم. همطور که جو یوتیوب رو دیدید، این اواخر جو اینستاگرام رو دیدید، میدونید که بچه های یوتیوبر، کانتنت کریتور چند وقتیه که فعالیتاشون رو شروع کردن، دوباره ویدیو میذارن. منم دوست داشتم که راستشو بخواید خب فعالیت رو شروع کنم مثل روال قبل. نه، حالا من هیچ وقت یوتیوبر خیلی فعالی نبودم که بخوام دیلی یا هفتگی خیلی ویدیو بذارم، ولی دوست داشتم که کم کم کارم رو شروع کنم تا به خبر حکم اعدام محمد حسینی و محمد مهدی کرمی رسیدیم که یه اصطلاحی هست تو کردی که میگن چوکمشکه، یعنی زانوم شکست. چی میشه که اینو میگن؟ دیدید حتما، یعنی متاسفانه شاید واسه خودتون، نزدیکانتون، یا حداقل توی فیلم‌ها دیدید که وقتی یه خبر خیلی ناراحت کننده رو به یکی میدی، ناخودآگاه به اینکه دست خودش باشه میشینه و نمیتونه وایسه. یعنی مثلا دیدید یه خبر خیلی بدی رو که میشنوید همونو میشینید. به این اصطلاح میگن چوک مشکه و واقعا زانوی هممون بعد از شنیدن اون خبر شکست و مثل پتک محکمی بود دوباره رو سر هر ایرانی تو هر جای دنیا، چون اصلا امکان نداره، اصلا امکان نداره قلبت از غم این خبر را سیاه نشه. من چند وقت پیش یه دفتری دارم که توش همه اطلاعات رو می نویسم. اگه بخوام این ویدیو رو بگیرم، از چند روز قبل می شینم خبر مختلف رو می خونم، آپدیت می کنم اگه کسی با قید وثیقه آزاد شده. برای این ویدیو آخرین خبری که نوشته بودم که الان از روش می خونم این بود: حکم اعدام محمد بروغنی، محمد قبادو، محمد حسینی، محمد مهدی کرمی در دیوان عالی تایید شد. بعد از تایید حکم اعدام محمد مهدی و محمد حسینی، وضعیت زندان متشنج شده و خیلی از زندانیان تحت فشار روانی هستند. وکیل محمد مهدی کرمی اعلام کرده در اعتراض به تایید حکمش، محمد اعتصاب غذای خشک شروع کرده. این خبری بودش که چند روز قبل از اون روز به اضافه خبرهای دیگه من نوشته بودم که یه ویدیو بگیرم و راجبش صحبت کنم. خیلی عجیبه. مثلا یه سری مشکلات میدونیم دیگه، هر کدوممون زندگی خودمون داریم، مشکلات جداگونه خودمون رو داریم. نتونستم این ویدیو رو رکورد کنم، داشتم دوباره بعد از اون روز میخوندم، مینوشتم، ورق زدم، به اینجا رسیدم و گفتم فقط توی چند روز اینا برای ما اسمه، یه خودکاره که یه اسمی می نویسیم، یه متن می نویسیم، ولی از همین 4 تا اسم 2 تا اسمشون دیگه نیستن، الان دیگه زندگی نمی کنن، الان زیر خاکن. و بعد از اذان صبح که به معنی شروع روز دیگری، دقیقا تو شروع روز دیگری 2 تا از جوانامونو ازمون گرفتن. من نمیدونم واقعا اینجا چی کار میتونم بکنم، چی از دستم برمیاد، چی میتونم بگم، فوش بدم، لعنت بفرستم، ولی هیچ چیزی نمیتونم بگم که تأثیر داشته باشه. تنها کار و کمترین کاری که میتونم بکنم این که یه ویدیو بگیرم، راجبش با شما صحبت کنم، زیرنویس انگلیسی براش بذارم، به امید اینکه آدمای غیر ایرانی، آدمایی که اطلاعات کمتری شاید در مورد این موضوع داشته باشن، ویدیومو ببینن، شاید خیلی تعجب کنن و اونو با آدمای دیگه به اشتراک بذارن و این صداها و این اسماهای شنیده‌تر بشه. این کوچکترین کاریه که از دست من برمیاد و میخواستم تو این ویدیو دوباره در موردشون حرف بزنم، در مورد جونایی که در خطرن حرف بزنم، به امید اینکه شاید قدم مثبتی توی این مسیر گذاشته باشم. همین. از ارشیا تک دستان شروع میکنم. ارشیا فقط 18 سالشه که توی نوشهر، تو قوه قضاییه نوشهر، به کلی اتهامات مختلف محکوم شده: محاربه، فساد فی الارض، ورود خسارت عمومی، ایجاد حریق و ایجاد ناامنی.
هر چیزی که دم دستشون بوده رو ارشیا رو بهش متهم کردن. در آخر بهش اتهام لیدری زدن و این در حالتیه که ارشیا هم تحت شکنجه بوده، تحت اعتراف اجباری بوده، هم مشکل لکنت زبان داره ارشیا، یعنی وقتی که هیجانی میشه یا تحت فشاره اصلا قدرت تکلمش رو از دست میده. با این وجود به یه پسر جوون 18 ساله حکم اعدام دادن که هنوز توی دیوان عالی کشور حکمش تایید نشده. امیدوارم تایید نشه، امیدوارم کاری از دستم بر بیاد، ولی ارشیا بچه فقط 18 سالشه. شاید خیلیایی که شما دارید این ویدیو رو میبینید هنوز 18 سالتون نشده. خودم دارم به 18 سالگیم فکر میکنم و اصلا باورم نمیشه که چقدر تو اون تایم، تو اون سن آدم میتونه بچه باشه، چقدر زندگی نکرده، چقدر تجربه نکرده. و به هیچ عنوان نباید اجازه بدیم جون عزیزامون و جون جوونه کشورمون رو انقدر راحت مثل آب خوردن از هم بگیرن. باید اون اتفاق بیفته و بجز دست به دست دادن من و توی که اون ویدیو رو میبینی و همه ایرانی با هم، این اتفاق نمیفته. تنها راه آزادی همه زندانیایی که انقدر زیادن که تا صبح فقط بخوام اسماشون رو روخونی کنم تموم نمیشه. راه حل همه آزادی همه این آدم ها یک چیز بیشتر نیست، اونم سقوط رژیم آخوندیه که بدون کمک همدیگه اصلا نشدنیه. قطعا اسم آرمیتا عباسی رو هممون شنیدیم و قطعا از داستان دلخراشش هم هممون با خبریم، ولی یک دور دیگه در مورد آرمیتا صحبت میکنم. بچه آرمیتا عباسی نوجوونه، فکر میکنم 16 یا 17 ساله ای که یک تینیجری که یهو ناپدید میشه و بعد از چند روز بیخبری با یه سری لباس شخصی به یکی از بیمارستانهای کرج منتقل میشه. متاسفانه چیزی که کادر درمان اونجا تایید کردن و خبرش اومده اینه که آرمیتا رو به خاطر اینکه به دفعات زیاد متاسفانه بهش تجاوز شده بوده دچار خونریزی مقعدی میشه و انتقالش میدن به بیمارستان. ولی بعد از اینکه خبرش پخش میشه و کادر درمان میخوان که به خانواده‌اش خبر میدن، بدون اینکه اصلا از خدمات پزشکی استفاده کنه سریع بیخبر برش میگردونن. از اون موقع آخرین خبری که از آرمیتا در دسترس هست اینه که توی زندان کچوی بازداشت شده و چند روزی هست که دست به اعتصاب غذای خشک زده. بعد از اینکه آرمیتا اعتصاب غذاشو شروع کرده، 14 تا زن زندانی دیگه هم به حمایت از اون به اعتصاب غذا پیوستن. از اونجایی که خب من همه این اطلاعاتو مینویسم و اسمای اون 14 تا زن محترم رو نمیدونم، اسماشون رو براتون میخونم. بعد از آرمیتا عباسی، الهام مدرسی، جاسمین حاج میرزا محمدی، فاطمه نظری نژاد، نیلوفر شاکری، سمیه معصومی، انسیه موسوی، فاطمه هربی، مرضیه میرقاسمی، نیلوفر کردونی، فاطمه مسلح حیدرزاده، شهرزاد درخشان، فاطمه جمالپور و مائده سهرابی. اینا اسامیان که به دست ما رسیده، به دست فضای مجازی رسیده، که بعد از آرمیتا وارد اعتصاب غذای خوش شدن. بعد از خبر اعتصاب غذای آرمیتا عباسی، یه خبر دیگه که مادر پدرش دادن این بودش که مادرش توی استوری اینستاگرامش گفته که دادگاه وکیل تعیینی آرمیتا رو نپذیرفته. یعنی وکیل تعیینی یعنی وکیلی که خودت انتخاب می‌کنی، وکیل تسخیری یعنی وکیلی که دادگاه وسط انتخاب می‌کنه. وکیل تعیینیش رو نپذیرفتن و تو سومین روز اعتصاب غذای آرمیتا حق تلفن رو ازش گرفتن. چند روز بعد هم خانواده زندانیایی که اعتصاب غذا کردن دم زندان اعتصاب کرده بودن، تجمع کرده بودن که خانواده هاشون هم بازداشت کردن و بعد از سری تهدید و شکنجه آزادشون کردن. اصلا عادی نیست، هیچ چیزی عادی نیست، فقط ما انقدر دیگه چیزای عجیب غریب خوندیم و سرمون اتفاق افتاده که این چیزای عجیبو داریم عادی راجبش حرف میزنیم. هیچ چیزی توی ایران عادی نیست متاسفانه. حسن فیروزی یکی دیگه از کسایی که بازداشت شده. همسر حسن فیروزی میگه که خانواده‌اش مرگ حسن رو پذیرفتن و وقتی که من میخوام حرف بزنم به میگن لال شو، حداقل جسد پسرمون رو بگیریم. حسن فیروزی تحت شدیدترین شکنجه بوده و بعد از اینکه یه ویسی ازش پخش شده
گفته که منو میکشن، چه من امضا کنم چه امضا نکنم منو میکشن. 18 روز بعد از این که بعد از 10 سال بچه دار میشه بازداشتش میکنن و تو همون وایسش با گریه میگه فقط ازتون خواهش میکنم، از مردم ایران خواهش میکنم یه کاری کنید من یه بار دیگه بچه‌مو ببینم. بعد از 10 سال بچه دار شدم و فقط 18 روز دیدمش. یعنی تو اون زندانا یه کاری با آدم میکنن که داره میگه من میمیرم. یعنی خودش هم حتی اینو پذیرفته که من میمیرم، فقط بذارید یه بار دیگه بچه‌مو ببینم. شاید من میرم یه کاری کنم دخترمو یه بار ببینم. واقعا نمیدونم اینا همش فیلم میشه، اینا همش کتاب میشه، اینا هیچ کدوم عادی نیست. فقط نمیدونم چرا پس یه سری دارم باش عادی برخورد میکنم. نمیدونم، من این چیزایی که میخونم همش مغزم سوت میکشه، هیچ وقت واسم عادی نمیشه. پس چطوری بعضیا فکر میکنن عادی شده؟ هیچ چیزی عادی نیست توی ایران. همینطور که سر پرونده 40 حدیث نجفی دیدیم که واسه چند تا از جوونامون چه جوری پرونده سازی کردن و بهشون اتهامات بیجا و علکی زدن و به اعدام محکومشون کردن، این اتفاق یه جوری دیگه داره توی اصفهان هم میفته. یه پرونده هست به اسم پرونده خانه اصفهان که 3 نفر رو دوباره براشون پرونده سازی کردن و خیلی خیلی راحت به اعدام محکومشون کردن. مجید کاظمی یکی از اون افرادی که متولد 71 تحت شدیدترین شکنجه ها بوده ولی از همون روز اول هیچ کدوم از اتهاماتش رو نپذیرفته. یکی دیگه از اون افراد صالح میرهاشمیه که مربی کاراتست و خانوادش گفتن که انقدر تحت شکنجه شدید بوده که همه دنده ها شکسته و پرده یکی از گوشاش پاره شده. و نفر آخری که تو پرونده خانه اصفهان به اعدام محکوم شده سعید یعقوبیه. سعید یعقوبی یه بابای 85 ساله داره، یک مادر 81 ساله داره و تنها نوناور خانوادهشون بوده که الان چندین ماه بازداشته و خیلی راحت بدون اینکه مدرکی باشه، بدون اینکه وکیلی باشه، بدون اینکه حق حرف زدنی باشه به اعدام محکوم میکنن و بدون سر و صدا، بدون کوچکترین جلب توجهی از آن صبحو میگن و بچه‌مون رو اعدام میکنن. متاسفانه من نمیدونم عدالت اصلا عدالت تنها چیزیه که توی ایران تو قوه قضاییه ایران وجود نداره. کامبیز خروت جوان 20 ساله‌ای که بلوچ 9 مهر بازداشت میشه، 21 آبان با قید وثیقه آزاد میشه ولی دوباره بازداشتش کردن بدون داشتن حق وکیل و بدون داشتن هیچ حق و حقوقی، زیر شکنجه شدید اعتراف اجباری ازش میگیرن و کامبیز هم به اعدام محکوم شده. 20 سالشه، فقط 20 سالشه. فکر کن با قید وثیقه آزادش کردن، دوباره بازداشتش کردن، این بار به اعدام محکوم شده. همینقدر علکی، همینقدر مسخره با جون بچه‌ها بازی میکنن. یکی دیگه از اون جوونامون که به ناحق به اعدام محکوم شده پوریا جواهریه. یه جوون کارگر 18 آذر دستگیر شده به اتهام قتل یک سپاهی. حالا اولا که بدون داشتن حق وکیل توی دادگاه نمایشی توی یه دادگاه چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شده. پویا اهل کامیارانه ولی باباش بیشتر از 50 نفر شاهد داره که شهادت دادن روزی که اون سپاهی میگن کشته شده اصلا پوریا توی کامیاران نبوده، توی روستاشون بوده، اصلا توی شهر نبوده ولی پوریا رو بازداشت کردن روزی که اون سپاهی کشته شده، گفتن که خب قاتلش تویی پس به اعدام محکومی. اینا افرادی بودن که این اواخر حکم اعدام گرفته بودن، جونشون به شدت در خطره ولی بیشتر از هر کسی محمد بروغنی و محمد قبادلو، دقیقا کسایی که با محمد حسینی و محمد مهدی کرمی حکم اعدام گرفته بودن. چند روز پیش دوباره خبرش اومد که یه روز صبح میخوان اعدامش کنن، مردم رفتن دم زندان رجای شهر تجمع کردن که نمیدونم حالا اصلا دارن با مغزمون بازی میکنن. یه هم ممکنه بگن خبر اعدام یکی از بچه ها رو بگن، همه قطعا دیوونه میشیم، دوباره شروع میکنیم هشک زدن، میریم دم زندانا، موقعی که فوکسمون رو اون 2 نفره ممکنه 2 نفر دیگه که اصلا اسمشون رو نشنیدیم و اعدام کنن.
و این کار این رژیمه، بازی روانی، اینکه امید ازمون بگیره، اینکه احساس گناه بهمون بده، اینکه احساس ناتوانی بهمون بده، ولی اشتباهه. بیشتر از هر وقتی امید داریم، خیلی خبرهای خوب شنیدیم و میدونیم، من مطمئنم در چند ماه آینده خیلی خیلی قراره که اتفاقات خفن و خبرهای خوبی بشنویم. قبل از اینکه بخوام ویدیو رو بچه ها تموم کنم، میخوام اسم چند نفر رو بخونم. یه موج شدیدی از گروگانگیری توی به خصوص بلوچستان، سیستان و بلوچستان و کردستان رو افتاده. گروگانگیری به خاطر اینکه دارن حمله میکنن به خونه های مردم و بچه های 16-17 ساله رو میدوزن و میبرن. این علناً گروگانگیری و دزدی، به هیچ عنوان بهش بازداشت نمیگم، چون شبونه مثلا 4-5 صبح حمله میکنن و بچه های 16-17 ساله رو میدوزن میبرن. تو هفته اخیر، تو یک هفته، 11 تا کودک پایین 18 سال رو توی کردستان دزدیدن. اسم چند تاشون رو واسه تون میخونم. امیرضا موسویانزاده اهل آبادانان 16 سالشه، سهیل قنبری 17 ساله اهل جوانرود، معید حسینی 17 ساله جوانرود، احسان محمدی 16 ساله اشنویه و 11 مورد توی یک هفته. این اصلا عجیب غریبه. این یونیسف، من به هیچ چیزی دیگه باور ندارم. دفترم هم بستم. حس میکنم بجز خودمون هیچ کسی خیر ما رو در نهایت نمیخواد. همه دنبال منفعتشونن و بجز خودمون هیچ کسی نمیتونه ما رو نجات بده. نمیدونم، امیدوارم که یک روزی این داستانا خیلی سریع به اتمام برسه که من دیگه نیاز نباشه بخوام در مورد بازداشت شدن و کشته شدن و حکم اعدام هموطنان براتون بگم، ولی واقعا وجدانم راحت نمیشد اگه تو این ویدیو هم راجع به بچه ها حرف نمیزدم. دوست دارم که روال ویدیوها رو شروع کنم. نمیدونم، میگم دوست دارم، نمیدونم روحیم میذاره، نمیدونم خودم میتونم. اگه دست من باشه تا 2 ساعت دیگه اینجا باهاتون حرف میزنم. میگم انقدر راجع به این داستان حرف تو مغز من زیاده که بعد از اینکه ویدیو ادیت میشه میذارمش مثلا ویدیو قبلی، اینجوری بودم که چرا اینو نگفتم، چرا اینو ناقص گفتم، یه اسم جامون فلان و اینا. حرف زیاده، مغز هممونم در حال ترکیدنه، میدونم، ولی امید داریم و مطمئنم آخر تمام این خبرهای بد، این سردردا، این مغزدردا، یه جشن و پیروزی خیلی 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 دلنشینه. ازتون میخوام که ویدیو رو دست به دست کنید، به خصوص اگه دوستای خارجی دارید، یکم راجع به ایران بیشتر بدونن، راجع به اینکه اتفاقات عادی که ما خیلی عادی روزنامه وار در موردش حرف میزنیم، اتفاقات خیلی عجیب و غمناک و واقعا غیر عادیه در دنیا و کاشکی آدمای بیشتری صدامونو بشنوم، با اینکه میدونم شنیدن. اگه انتقاد، پیشنهاد، هر چیزی هست توی کامنت ها واسم بنویسید. خیلی خیلی از کامنتاتون انرژی میگیرم، خیلی قوت قلبه، به خصوص این روزا برای شخصم، برای خود من، و دوست دارم که نظراتتون رو بخونم. حتما ویدیو رو لایک کنید و با دوستای غیر ایرانیتون به اشتراک بذارید و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که وقت گذاشتین ویدیو رو دیدید. تا پیروزی بسیار نزدیک و ویدیوی دیگه، فعلا خدافیز.